در این مورد همراه هستیم با دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از شهر ایسی ایتالیا که با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر نوری، به نظر شما اقداماتی نظیر بیانیه سازمان عفو بین الملل در تغییر رویکرد طالبان در مورد رسانه‌ها تاثیرگذار است؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. خدمتتون عرض شد که این بیانیه‌ای که از طرف عفو بین‌الملل در مورد دستگیری و در واقع بازداشت سه خبرنگاری که جدیداً بازداشت شدن از شهر خوست و یک خبرنگارم قبلا از غزنی بازداشت شده بود و همینطور در مورد رفع تعلیق دو شبکه تلویزیونی نور و بریا که اخیراً این دو شبکه تعلیق شده فعالیتشون و در بیانیه عفو بین‌الملل اینا خواسته شده از طالبان که از دو تلویزیون رفع تعلیق شود و خبرنگاران دربند هم آزاد شوند. ببینید، این گونه بیانیه ها که از سوی عفو بین الملل یا از نهادهای دیگه بین المللی یا نهادهای آزادی که حالا فعالیت های آزاد دارن، خب نهادهایی که در داخل افغانستان باشه که نمیتونه این گونه فعالیت داشته باشه، این گونه بیانیه ها ممکن است که در آینده تاثیرگذار باشه و یک فشار روی طالبان بیاره، یعنی افکار عمومی جهان را علیه طالبان بسازه. اگرچه خب در طول این دو سال و تقریبا 7-8 ماهی که از حکومت طالبان میگذره هیچ تغییری در سیاست طالبان به وجود نیامده، طالبان راه خودشان را رفتن، اگرچه این بیانیه ها و این فشارها هم بوده، اما از آنجایی که فشار عملی روی طالبان وجود نداره، نهادهایی که بتونه عملا روی طالبان فشار بیاره تا سیاستشون رو در مورد فعالیت رسانه ها تغییر بدهن، من به نظرم این بیانیه در آینده های دور اگر این گونه بیانیه ها بیشتر بشه ممکنه که تاثیرگذار باشه و بتونه یک کمی از سختگیری های طالبان، فشار طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران بکاهد. بله. اما آنگونه که تا حالا نشان داده خب هیچ تغییری به وجود نیامده که بعید میدونم در آینده این نزدیک بتونه این بیانیه ها تأثیر گذار باشه. بله. آیا چشم‌انداز امیدوار کننده ای برای آزادی بیان و ابراز عقیده از سوی رسانه ها، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اجتماعی در افغانستان وجود داره؟ به نظر میرسه نه، چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای وجود نداره متاسفانه. قبل از به حکومت رسیدن طالبان بعضی ها اینگونه فکر میکردن که طالبانی که الان داره روی کار میاد با طالبانی که 20 سال قبل روی کار آمده بود سیاستشون با هم تفاوت داره، این طالبان اون طالبان دیگه نیست. اما وقتی طالبان در آگوست 2021 روی کار آمدن و تا الان که بیش از 2.5 سال از حکومت طالبان در این دوره میگذره، ما مشاهده میکنیم که نه، با اون طالبان قبلی هیچ تفاوتی نداره این طالبان فعلی که حکومت دارن میکنن، یعنی حکومتشون با حکومت قبلیشون هیچ گونه تفاوتی که نداره، بلکه فشارها داره بیشتر میشه روی مردم، روی رسانه ها و فضا داره برای مردم، رسانه ها و فعالین مدنی تنگتر شده میره نسبت به سابق و به این جهت ما هیچ امیدواری را نمیبینیم که در آینده بتونه مثلا آزادی بیان وضعیتی بهتری پیدا بکنه، آزادی رسانه ها و اینا وضعیتی بهتری پیدا بکنه. ممنونم از شما دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از شهر ایسی ایتالیا.